ننه حالا زنده باشی بفرمایید میگم که بلقیس کجاست؟ شما بفرمایید بشینین الان میادش بفرمایید منزل خودتونه بفرمایید بسات ما رو علم کن بچه بشینه خانم ابرام گزکه ابرام گزک و نوچه هاش اومده سورستشون رو بله بس بله پس برو هواش چشم خانم من میبخش ببینم طوری شده؟ نه بابا هیچ طوری نشده فقط پیاله هاتون رو زمین مونده بیا هرکی ندونه تو که خوب نداره کسی تو خونش بلند حرف بزنی کوتاه بیا بلقیس ما این نمیریم ما یه ساعت اینجا منتظرت نشستیم میگه چیکار کنم؟ مگه نمیبینی دستم بنده؟ ما نمیدونستیم وقتی ابرام گزک میاد میخونه رو باز قروخ کرد خیلی حواظ شدی؟ جادو کردم؟ من ما بعد پول میدیم نکنه برق زلفای این جوجه فکلی چشمت گرفته مواظب دهنت باش کسی از صدای کلوفتت نمیترسه اصلا کیه؟ تو برو بشین کارا داری برو جونم برو آقا پسرانو پشت لبه سب نشده میخوای قوغولی قوغولی کنی؟ آنو خیلی مونده ما رو بشنسی مردی که خجالت بکش ای به سیویلت مینازی گربم داره گردنتم که از ما یابو کلوفتر نیست
ولش کن تو هم دیگه. هی لوسی داره میاد. سلام استاد. سلام استاد. با شما بخیر. سلام علیکم. خدا قوت. بسم الله. خدا یو. کوره جا افتاده؟ بله استاد. بله. بله. بله استاد. بله. بله. بله استاد. بله 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 بکوبی. بله اوست. بله اوست. خدا یار بازه گوشی نکن. دم بده. چشم اوست. خدا قوت لوتی باشه. خدا یارت از گربون. بفرما بفرما. نمک پرورتی احمد آقا چطوره؟ ای به مرحبت شما. خوبه الحمدلله. خوبه الحمدلله. مشغول درس و مشقاشه. پس کسالتی نداره. نه الحمدلله. چاق سلامت. از قربون دم در خوب نیست. بفرما یه چایی میکن. اگرچه کار بفرما. دارم اما یه چایی رو میخورم. چشم. خوش آمدی. یا الله خسته نباشید. پسر بپر به رجب قوی چی بگو یه چایی تمیز بیاره. بدو بینم. خب تعریف کن ببینم از قربون. والا چی بگم؟ میخواستم بیرو در بایسی از یه چیزی بپرسم. راجبه چیه؟ امروز صبح من یه چیزایی شنیدم. خب چه چیزایی شنیدیم؟ راجبه احمد آقا. احمد آقا؟ راست میگفتن یا دروغ میگفتن واسه احمد آقا یه درد سری درست شده. خدا عالم است. رجب قوچی دستش من بود خودم آوردم اوستا. بفهم بفهم. تو سر کارت. چشم اوستا. بدم اینم. چشم اوستا. چشم. باز قربون. بگو ببینم. مثل این که میخواستی یک چیزی بکن. بگو اینجا غریب نیست؟ واسه احمد چه درد سری پیش اومده؟ بگو من پدرشم باید بدونم. میدونی لوتی مردم حرف در میارم. از کجا معلوم که راست بگن؟ از قربون دیگه داری کلافم میکنی. بگو چی شده؟ شنیدم که دیشب احمد آقا با دار و دسته ی ابرام گذک در افتاده. خب میگن که اون بی انصاف به قصد کشت احمد آقا رو کتک زده. حتی شنیدم که میگفتن ناقصش هم کرده. منم دلواپس شده بودم اومدم حالا احوالشو بپرسم. حالا بگو ببینم احمد آقا سالمه؟ حالش خوبه؟ من هیچی نمیدونم. احمد با ابرام گذک من هیچ سردر نمیارم. پس به حمدالله احمد آقا سالمه، حالش هم خوبه، رفع نگرانی شد. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. به هر حال نصیحتش کن گرد این آدمای ناباب نگرده. خب دیگه من با اجاز میشم. برقرار باشی. یا اجازه ایمان دست شما سنسور بون. خدا بسرم. نه
کار ابرام گزک به جایی رسیده که تو این ولایت دست رو پسر لوکی برم میکنه؟ نفسش میبوشم درواد نفسیم درواد حسن حسن در خدا شما بعید حسن حسن درشتون بیان پایین بایده کلمه هر که نواز از کوره در بنید جلوی مردم خوبیت نداره حسن بده خوبیت نداره برف اینجور آدم رو گوش نکنین این از سر تا چاقو بسوزن یکیش دسته نداره به حرفای این حاج قربون توجه نکنین ما از این پرس و برای زیاد میره روزه برای شما خوبیت نداره حرف شما نیست که با ابرام گزک در به در بشین جلو خود روزه برای من گوش کنین از این کار منفرد بشین آخه به شما میگن لوسی تمام مردم این بلد رو شما حساب میکنن حسن لوکی اصلا داره میاد اینجا سلام لوکی بفرمی دست عبادی یه لیموناتو خونه شده بیار بیا بیرون بیا بیرون ابرام حق شد ما خدمتو میرسیدیم نامردا وقتی میشینن سر موال و بازوهاشونو میذارن روزانوهاشون گمون میکنن گردن کلوفتن بعضی ها دل گنگیشم ندارن حرف از شاهین میزنن یا اندازه یه موش نیستن اون وقت با آدم شیر بازی میکنن ما همیشه عرض ادب کردیم لوتی باشیم دلیل سود کردن کلافتی تا نشون بده زود باش من هنوز اونقدر پیر نشدم که تو فکر میکنی هنوز میتونم پوزه یه چهار تا مثل تو رو به خاک بمالونم لوتی شما خلقتون تنگه حرفتون چیزی سر در نمیارم تو منو نمیشناسی ده سال تموم خط دارم وسط میدون فرو رفته بود هیچ وقت حریفی پیدا نشد میدونی بالاخره کی اومد اون خطداره رو از وسط بازار بیرون کشید؟ هیچ کس جز خودم دیگه توبه کردم و گردن کشی رو گذاشتم کنار رفتم دنبال حق و حقیقت ولی امروز تو منو مجبورم میکنی مثل خودت یه حیوان درنده بشم تو چی خیال کردی؟ آخه با این قد و قوارت خجالت نکشید یه جوون رو گرفتین لاتو پار کردین؟ چرا؟ نمیتونم بگم چرا لوتی آخه کاری که اون کرده خلاف مسلک شما سر من هیچ کاری رو که خلاف مسلک من باشه نمیکنه یه عمر مثل آقا بالا سرش بودم چی میخوای از اون بگی؟ شرم و حضورم میشه لب با کنم لوتی هر چی میدونی بگو ما یه عمر که تو این بازار زندگی کردیم هیچ وصله نازوری به من نمیچسبه یا لحرفتو بزن مسلحت نیست اینجا لب با کنم لوتی میخوام همینجا جلوی همه حرفاتو بزنی تو با اینجور حرف زدنات بیشتر منو بدنوم میکنی اگه حرف نزنی مجبورت میکنم فریاد بزنی حالا که اصرار میکنیم باش دعوای ما و احمد آقا دیشب تو خونه الیاس میفروش در گرفت با دختره بلقیس رو میگم آتی شده بود خلاصه تو عالم مسیح به ما بدی بیرا گفت ما هم نفهمیدیم دیگه چه شد فوزولیه من با این واسه مردی که همه بهش قسم میخورن و صبح به صبح چلت وسیعت دونچه تو دومنش میدازن خیلی گرون تمام میشه خونه الیاس جای آدم هایی مثل پسر شما نیست از ما گفتم بود ما خیر شما رو میخواییم لوتی حسابی مگه دهنتو چفت و بس نداری این لاتایلات چی بود سر هم بافتی مگه از خودم نمیترسی که پشت سر مردم تهمت میزنی آخرتی گفتن عاقبتی گفتن دین و ایمونی گفتن همینجور دهنتو وا کردی و بسی تو دیگه چی میگی من هیچی واسه خودت میگم عقوبت اخروی سنگینه ها چفت کن اون دهنتو نمیخواد واسه من موعظه کنی فهمیدی چشم
چشم. ما که حرفی نداریم. اصلا به ما چه؟ گم شورا. چشم. آهای پینه دوست، خوشم اومد. لوتی پشماتو ریخ، دیگه نمیتونی ار رو تیز کنی. چه نصیب بد دردی ها. عمه بگو، به جون خودت من اصلا تقصیری نداشتم. عمه جو، آخه دور از اسم و رسم خانواده ماست که تو با هر کس و ناکس سر به سر بشی. بینم، مگه تو دین و آیین ما عاشق شدن حرومه؟ مگه من نمیتونم از یه دختری، از یه زنی خوشم بیاد؟ وای لعنت بر شیطون، دیگه حرمت کلومم از بین رفته. که خونه خراب شدیم. آبجی بیا که این احمد نمک بحروم آخر عاقبت خونواده لوتی اسد رو به لعنت خدا گرفتار کرد. آبجی؟ آبجی بگم کجایی؟ تو این خونه همه مردن؟ آبجی؟ به مقدسات عالم قسم جون این پسر هرزه رو میگیرم، دیگه نمیتونم خفت خاری رو تحمل کنم، نمیتونم. آخه مگه من چه حقی رو ناحق کردم که آخر عاقبتم این باید باشه؟ چرا باید لاشه پسر لوتی اسد تو خونه الیاس میفروش پیدا کنم؟ خونه الیاس میفروش میدونی چه جایی؟ لونه فساده. یه دقیقه صبر کن لوتی، هر جوونی تو زندگیش گول میخوره. احمد پسر یکیه دونه ای توه، مادر به خودش ندیده. درسته که تو بعد از اون خدا بیامرز همه ی زندگی تو رو اون گذاشتی، اما داداش تو باید برای احمد هم پدر باشی هم مادر. آبجی بگم وقتی کسی بخواد شرف همون لکه دار بکنه، آگه تخم چشمم هم باشه میندازمش تو رستر رای من باشه. نهدارم داداش نمیذارم، مگه از رو نحش من رد بشی؟ دیگه حرمت خواهر پیرت هم نگه نمیداری؟ مگه اون اولاد بدزاد حرمت پدرش رو نگه داشت؟ برو کنار آبجی، برو کنار. داداش، داداش این کارو نکن، دن پدرمون تو گور میلرزه. داداش تو باید مردونگی و گذاشته پدرمون یادت مونده باشه. اونم مثل تو پهلوان بود، مرد خدا بود، همیشه گناه کوچکترهای خودشو به بزرگی روحش میبخشی. نظر الان با این کار تنش تو گور بلرزه، بذار ناهرت بتابه. میکنی شاخ داره بودم؟ از تخبار لوسا، من سگه کی باشم؟ ببینم تو هم فهمیده بودی؟ والا یه چیزایی شنیدم، میگفتن دیشب تو خونه الیاس میفروش بین احمد آقا و ابرام گزک مرافع در گرفته. راوی میگفت بلقیس دختر الیاس خاطرخواه احمد آقا شده و دواخورش کرده. اما به تون قسم اوستا، من که باورم نشد. پس چرا از من پنهون کرده بودی؟ اربای خاک بابام به سر خودتون قسم، همین امروز قضیه رو فهمیدم، وقت نشد که بگم. خدایار. بله اوستا. تو از خونه الیاس میفروش چی میدونی؟ اوستا ما از اینش نیستی. هتل اوساکا؟ بله اوستا. میخوام بدونم اونجا چه جور جاییه. بله اوستا، میگن اونجا میخونه است، طرب خونه است. اوستا شنیدم خیلی از دوم کلوفتای شهر یواشکی به اونجا میرن،
حتی میگن چند تا از بازاریای زاهد نمام اونجا رفت آمد دارن. دوستا میگن بلقیس همون دختره همه اونا رو جادو کرده. بلقیس کیه؟ دختر الیاس میفروش دیگه. میگن بعد از اینکه الیاس مرد بلقیس دخترش اونجا رو میگردونه. پس اون یه زن نیست، یه ابلیسه، یه شیطونه. مردمون رو از راه حق و حقیقت دور میکنه. باید سنگسرش کرد. چی بگم استا؟ تا حالا شما رو اینجا ندیده بودم. مسافرین
شما مرد تو دلتون پر نباشه این طرف و پیداتون نمیشه. عوضش منم خوب بلدم دب و درمونتون کنم، مگه نه؟ راحتت میکنی، هم غمی تو میشوری. بس کن ابلیس. عیبی نداری، میدونم دلت خیلی پره. من از این چیزا زیاد دیدم، مردای زیادی پیش من میان که اوقاتشون تلخی، منم با این شراب آرومشون میکنم. این دوای همه درد است. اما خاتون دوای من تو این پیاله نیست. من واسه این کار اینجا نیومدم. پس واسه چی اینجا اومدی؟ اومدی شکل ماه منو ببینی؟ خاتون، میدونی به چه منظوری پامو تو این خراب شده گذاشتم؟ فقط اومدم با تو یه معامله بکنم. عجب جونی، نشونی بازار اشتباهی بهتون دادن. اینجا خونه الیاس میفروش، نه دکون بازار. گوش کن، میدونم اینجا کدوم جهنمه، واسه همین اومدم که باید حرف بزنم. حرف بزنی با من؟ بفرما، گوشم با شماست. تو روی من این اداها رو در نیار. خاتون، من از اونا نیستم که اسباب مسخره دست تو بشم. چشم آقا، هرچی شما بفرمایین. ببین، منو بابای احمد آقا فرستاده اینجا، پیغام داده که دست از سر پسرش برداری. حالیته؟ پیغام داده که هر چقدر پول بخوای بهت میده که پای احمد آقا رو از اینجا ببری، و اگه قبول نکنی بعد میبینی. پس داری تهدیدم میکنی؟ آره، سالهای سال که آدم های زیادی واسه من گردن کشی میکنن، اما این سکینه حقیر از اون باداش نبود که از این بیداش بلرزه. حالیت ارباب من اگه غیر از اینه که اونو برای پولش میخوای. تو بیا اینم پول، هر چقدر میخوای بردار، بردار دیگه. شدو مرگم، یواش اینقدر داد نزن، بیا اینا رو بز تو جیبت. بلقیس رنگش از دیدن اسکناسا عوض نمیشه. شاید ندونی، آخه تو این سینه ساق مرده یه چیز تلاک تلوک میکنه که بهش میگن دل. شاید دلم رضا نباشه، باید به فرصت بدی تو حسابی فکر بکنم. احمد پسر نازنینیه، به این آسونی ها نمیشه ازش گذشت. دهانه تو به من، نمیخوام اسمون رو از دهانه تو بشنفم. گوش کن خاتون، ببین چی میگم. تا فردا شب بهت وقت میدم، فکراتو بکن. اگه نخوای دست از سر اون ورداری به روز سیامین شونمت، همینو بس. نگاه کن ببین چی میگم. راستی اسمت چی؟ نمیخواد بدونی. حیفه، به خدا حیفه. چی رو حیفه؟ این حیبتی که من میبینم، این وقار، این مردونگی. کیو میخوای وسوسه کنی؟ این اخمات به تو یه جور غرور و مردونگی میده که من کمتر دیدم. میدونی من مردای زیادی رو میشناسم، اما تو یه جور دیگه هستی. تو مثل اون مردی هستی که همیشه تو خیال من میاد، قد بلند، با وقار، و از همه بدتر اون چشای هیزت، همون چشایی که با آدم حرف میزنی اما به زبون نمیاری. من به خودی از کسی تعریف نمی کنم، تو نمیری راست میگم. جانت Thank you.
چه خیره؟ یه چاب جگرمایی شدم، لعنت بر شیطان. از امتحان من بگذر، نزار مهر تو از دلم بیرون بره. پروردگار اجازه بده مثل همیشه بنده ی پاش تو باشم. آمین یا رب العالمین. خلقتون گرفته؟ دوست داره میگم یک قیلی مطاتون چاق کنه؟ نه جون استاد. جوش نزن به سلامت. استغفر الله ربی و توب الی. استغفر سلام آقا. بفرمایید. بفرمایید تو آقا. بفرمایید. بشینم و تماشات کنم خاتون. ولی خیلی ها تو این ولایت پول خرج میکنن که بیان از نزدیک روی ماه بلقیس رو تماشا کنن. لوتی اومدی و نسوزی ها. من همه چی رو خوب میدونم. میدونم که تو بابای احمدی. تو این ولایت کیه که لوتی اسد رو نشناسی؟ خب حالا که همه چیزو فهمیدی باید بهت بگم که لوتی و خانوادش هیچ وقت پاشونو کج نذاشتن. حالا نمیخوام تو
برای من و پسرم بدنامی درست کنی. ناامیدم مکن از سابقه ی لطف ازل. تو چه دانی که پس پرده چه خوب است چه زشت؟ ملوتی جون، همه حرفایی که تو میزنی مفت گرونه. اگه میخوای به حرف من برسی بیا با این پیاله می ناب و سر بکشو تا بهت بگم. نمیخوری؟ پا خودم میخورم. میخورم به سلامتی لوتی لوتیا. Oh,
بگو بلقیس همه اونا رو بفرسته بیرون، خودشم بیاد اینجا کارش. چشم چشم. با دست خالی که برگشت خواب نده در گوشی نهشتی با در گوشی نه بلند بما بزنی این چون یه شب در خانم کوچی اومدیم الان ناکمون برگردیم یه شب دیگه تلاشی در آشو بابا اصلا شانس داره بابا بابا دستورتون اطاعت کردم و عذر همشون خواستم. فهمیدم خوشت نمیاد. لوتیات جوونیاش افتاده آرژی حالا دیگه ما پیر شدیم عقل داره بسیار که بگم این احمد حرون پوس کجاست لابا تا لنگ زار های میدونی من خوش نهرم ببینم از بابا دل خور باشی خورسته بابا جون چوب ما گله هر کی نخوره خوره خب، پیونت با ورزش چطوره؟ ورزش کل یاد میاره عشقا، همون به زندگی بیش قدیما ما وقتی قد تو بودیم کل رو بر وازو کار میکردیم حالا بگذاریم که یه مدتی ورزش رو گشتیم که خلصه، هیچی منزه ورزش حال آرم و جا نمیانه آدم جمعونتر میشه بفرمایید من شما پکردم شما چه عجب چه شما با گل روی شما افتاد قربونتون بله دیگه اکبر آقا دواخوری و مجلس اش عیونی میره دیگه با ما کاری نره زمین خورد دیگه ببرم آقا ما یکی دیگه خجالتمون نده میگم راستی میگم این جریان خونه الیاس از چه قراره جریان خونه الیاس دو سه روز سر نزنم با کجای کاری بلقیس دیگه در رو هیچ چی وا نمی کنه در میخونه رو بسته در خونه بلقیس واسه هر کی بسته باشه واسه ابرام جزک که نی فقط شاخ سیبی دو دریا ابرام جون در به درت آخه یه چیزایی من میدونم که میگم هیچ کیو تحویل نمیگیره موضوع این سادگی ها نی جون اکبر سه جمعی تو خونه بلقیس مه بزن بستم نچو مرد و مردونه مرد و مردونه بزن بخش خانم نقب با کنید اوهوی مردی که یه لنده هور چه خبرته مگه سر آوردی دست خوش بلقیس خانم باورم نمیشه اون بلقیس خانمی که من میشناسم این حرفا رو نمیگه برو بکن همونی که میگه درسته بریم پی کارتون پس بگو زیر سرت بلنش اینطوری حساب کن ببینم ما که رفتیم اما اونی که اینا رو یادت داده جیگرش هم داره که پاش وایسه زر زیادی میزنی برو هر کاری از دستت برمیاد بکن باشه به هم میرسیم بریم اکبر آقا کوچه رو خلوت کن از بارت بیاد قلقه تا تنگ نکن ابرام آقا اما دیدی داشت ابرام بلاخره در چوقو باختی ما خلاف خدمتون عرض نکردیم اما شما باورتون نمیشون روزگارش سیاه میکنم غلط نکرده باشم یک کلکی تو کار ابرام آقا در توشو در میارم
ابرام آقا از کجا معلوم؟ شایدم بنده خدا توبه کرده باشه. خب حالا توبه هم کرده باشه، واسه چی؟ واسه کی؟ لابد میخواد شوهر کنه. آخه برادر کی میاد اینو بگیره؟ پای آبروز، اونم جلوی مردم. نکنی یه رندی نشوندتش. آقا ابرام سلام، اشتلاقمو بده. فلفله خوش خبر بشه. قربون شما. عرض کنم که بالاخره کاشت به عمل اومد و طرف معلوم شد. اصل قضیه رو ببینم فلفله. طرف بلقیس میدونی کیه؟ بگم چارشاخ میشی، ولی باز خاطر ابرام آقا میگم. ده بگیر. بخور بخور دیگه. آخه این که نمیشه، نه حالی نه شرابی، اینطوری که ناجوری. پس واسه چی منو برداشتی اومدی اینجا؟ خب آوردمت که دلت وا بشه. میدونی تنهایی دلت تو خونه میگیره. دل من وقتی وا میشه که همدم یه رنگ داشته باشم. نظر تنها بمونم، بیا و با من باش، بعد نمیبینی. یا نه اصرار نکن، من نمیتونم بخورم. تو بخور. وقتی تو بخوری یا شنگول بشی مثل این میمونه که من شنگول شدم. پس تو از من خوشت نمیاد، دوستم نداری. نه جانم، این چه حرفیه میزنی؟ پس اگه دوستم داری از دستم بگیر و سر بکش. بگیر جون من، مرگ من بگیر. یه لوتی هیچ وقت دست دوست خودشو پس نمیزنه. بگیر بگیر مرگ بلقیس بگیر. اگه تو اون کنج دلیت واسه من یه جایی هست، نباید دست منو رد کنی.
گذرش شنفتم. رفته بودم از دکون مشرمدون سبزی آش بخرم که پسر غلام پنبه فروش داشت تعریف میکرد. میگن دختره الیاس میفروشه، میگن از ما بهترونه. من که مادر جون والا به خدا باورم نمیشه. روتی اهل نماز و مسجده، مرد با دیانتیه. اگرم اخبار شده دیر ریس لعنتیه. لابا جادو کرده، دوا خورش کرده. خب من دیگه زحمت کم میکنم، خدافیز. التفات کردی؟ قضیه از این قرار بوده. به جون عزیزت من اگه جای اون بودم تا حالا از خجالت مرده بودم. آخه چه زندگی خلاصه چه بخواد چه نخواد پتش رو هم افته. اما به جون تو هیچ کس فکرشو نمیکرد که لوتی بعد از یه عمر عبد و عبادت اینجوری از آب در بیاد. روزگاری شده، نه به اون که میخواد سر پسرشو ببره، نه به اون که خودش هم بیه پایین کاره شد. ای برادر، چه چیزایی که تو این دور زمونه میگم. حالا واسه چی تو خونه بس نشسته؟ برادر، هر کس دیگه جای لوتی بود به جای 3 هفته 3 سال از تو خونش بیرون نمیومد. تو جای کاری؟ جرو آهای قربون علی بوده بیا. بله بوده بیا. کی اومده؟ لوتی اسد اومده بعد از 3 هفته آفتابی. بوده لوتی دوباره پیدا شده. برین از اینجا چیرتون رو میخواید به خطر بذارید؟ برین گمشید، دورتون رو کام کنیم. برین پیدوت شد. چی میخوای؟ آکام اینم بیزم به چاک. مگه اینجا خونه خاله است که هرچی میای تو؟ نه خیلی خانم، خونه خاله نیست، باغ لوتیه. ابرام گزک، به زبونی خوش میگم برو بیرون، ناراحتم نکن. ده برای کلا چه قلط های زیادی؟ چرا گونه تو گم نمی کنی؟ آدم نمیتونه تو چهار دیواری خونش از دست تو راحت باشه؟ دیگه نبینم حرف گنده ترم دهنت بزنی. یا منو که میبینی از وقتی الیاس زنده بود تو این خونه پول خرج کردم، حالا تو نمیتونی من از این خونه بیرون کنی. حالی تو چی میگم؟ اگر قراره از اینجا کسی بره بیرون، اون لوتی اسد عزیزته. Oh, my God.
اجرونم کرده. گفتم کی اون مردو کشته؟ من مواظب باش، وقتی رسیدی پایتخت یه راست میری محبس عدلیه تفش میدی. خیلی مواظب باش. سوار شو جانم. چشم قربان. لوتی تو رو میبرن پایتخت تحویل عدلیه بدم. انشالله که تبرئه میشی. راوی افترچه. چشم قربان. Oh!
عاشقی پیدا از زاری دل نیست بیماری چو بیماری خلاصه گفتم من کشتم تفلک بلقیساش از سرز میمارد قصت کمر چهار تا مردم بتونه بشکنه قصت یا آسمانه بتونه پر بکنه اما هی حیف که حوصلت قدیه انگشتانه بیشتر نیست چی بگم مدام تو فکرشم از فکرشم نمیاد بیرون اسد خان بیا چرخه بکشیم بالا علی Ugh.
میذاره این دکون وامونده باشش؟ اکش تو شاگرد دکون آهنگری هستی؟ باید پسر با تو هم جواب بده. بله بودم. بالاخره که داره این دکون وامونده رو وام میکنن؟ یه گاوان و چهار تا بیل ما قریب 3 سال تو این دکون مونده، باز از کی بگیریم؟ والا چی بگم، میگن مامورای مالیه همین روزا میان و در دکون رو وام میکنن و جنسای مردم رو تعبیرشون. بدنامیه، بدنامی زندگیشو سیاه کرد، رسواییشم بازار رو به باد داد. ای بر پدرش نالت، مال مردم خورا. خدا بیامرزتش. من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. چیه؟ بازم که تو لک رفتی؟ آخه این چه غمیه که تو این 3 سال از دل تو بیرون نرفته؟ انگار که 70 سال پیر شدی. یه کمی هم به فکر خودت باش. دیگه طاقتم به سر اومده پدر. آدم چطور میتونه خودش یه جایی باشه، دلش یه جای دیگه؟ از فکر و خیال مغزم پوسیده. میخوام دیگه برم. برمیگردم به همون جایی که بودم. میدونی اگه امنیه ها گیرت بیارن چه اتفاقی میفته؟ نه دیگه نمیخوام بدونم. هرچی میخواد بشه بشه، من باید برم. ای 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 پدر، مهربونی های تو فراموشم نمیشه. منو ببخش پدر. من هر کاری کردم وظیفه‌ام بوده پسرم. ای بابا چه حرفیه میزنی، خیلیم لطف کردی، متشکرم. خدا حافظ. ببخشین بگم خانم کجاست؟ فکر میکنم خونه رو اشتباهی اومدین آقا جون، ما اینجا بگم خانم اسمی نداریم. مگه اینجا خونه لوتی اسد نیست؟ ای آقا نزدیک 3 ساله که لوتی اسد مرحوم شده. میگن همون وقتا خواهرش دقمر شد، بعدم زندگیشون رو حراج کردن. آقا امام تو حراج خونه شون رو خرید. پسرش کجاست؟ من که اونا رو درست نمیشناختم، اما میگن پسر لوتی بعد از اون رسوایی رفته بالای آبانبار بزرگ خونه اجاره کرده.
چی کار داشتی؟ Oh,
کی کار داشتی؟ Oh!
بچه‌ام نیست، پسرم عزیز دل من. پسر عزیز من، جگر گوشه من.